جنگنده نسل پنجم ترکیه یک گام دیگه به پرواز نزدیکتر شد. اخیراً تصاویری از تست نخستین جنگنده بومی نسل پنجم ترکیه معروف به کان منتشر شده. جنگنده‌ای که به نظر میرسه به رقیب سرسختی برای F-35 تبدیل شده. ترکیه اخیراً جنگنده‌ای از نسل پنجم که توان رقابت با جنگنده‌های F-35 آمریکا رو داره و مجهز به تسلیحات پیشرفته‌ای که امکان انجام نبردهای هوایی و حملات فراسوت دقیقی رو براش فراهم می‌کنه. اوراسیا تایمز در گزارشی در معرفی این جنگنده بومی ترکیه نوشته که جنگنده‌های نسل پنجم ترکیه معروف به کان تا سال 2028 به نیروی هوایی ترکیه تحویل داده خواهد شد. این جنگنده که به عنوان جاه طلبانه ترین پروژه ترکیه در عرصه فناوری های هوافضا یاد میشه، اولین پرواز خودش رو در فوریه و دومین پرواز خود رو در اوایل این ماه پایان رسوند. مدیر کل صنایع هوافضای ترکیه اخیراً اعلام کرد که این شرکت تا سال 2028 حداقل 20 فروند هواپیمای نسل پنجم کان رو تحویل میده. این خبر ممکنه تعجب آور نباشه، اما ادعاها در مورد توانایی این جت جنگنده تیتر خبرها شده. مدیر کل صنایع هوافضای ترکیه مدعی شده که این هواپیما بهتر از F-35 آمریکاست. F-35 توانایی حمل 6 تن مهمات رو داره، اما این جنگنده نسل جدید توانایی حمل 10 تن مهمات رو داره و گفته که در مقایسه با تک موتور F-35 دارای 2 موتوره که انرژی بیشتری رو در اختیار اون قرار میده. و همچنین اضافه کرد که قصد داریم تا سال 2028 تعداد 20 فروند هواپیمای کان تحویل بدیم. همچنین بین سالهای 2030 تا 2033 تعداد بیشتری تحویل خواهیم داد و ناوگان ترکیه شامل صدها هواپیمای کان خواهد شد. آنکارا در حالی نخستین جنگنده بومی نسل پنجم خود را آماده پرواز می‌کنه که چندی پیش یکی از شرکای جنگنده F-35 بود و در حال توسعه قطعات این هواپیمای رادارگریز نسل پنجم بود. اما در سال 2019 به دنبال خرید سامانه پدافند هوایی S-400 از روسیه از این برنامه اخراج شد. این اخراج رجب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را خشمگین کرد. سپس مجوز توسعه بومی یک هواپیمای نسل پنجم رو برای پر کردن شکاف توانایی کلیدی در نیروی هوایی این کشور داد. پس از چندین سال کار اختصاصی بر روی طراحی و توسعه این هواپیما، کان اولین پرواز خودش رو در ژانویه 2024 انجام داد و راه رو برای ترکیه هموار کرد تا به یکی از معدود کشورهای تبدیل بشه که برخلاف اکثر کشورهای ناتو هواپیمای نسل پنجم خود را توسعه داده. در اوایل سال جاری، گزارش‌های مبنی بر تلاش آمریکا برای ترغیب ترکیه به کنار گذاشتن سامانه دفاع هوایی S-400 روسیه و تغییر قرارداد با F-35 منتشر شد. با این حال، با شکل‌گیری کان، دولت ترکیه ظاهراً این مذاکرات را قطع و از آمریکا درخواست غرامت کرده. وزیر امور خارجه ترکیه به همتای آمریکایی خود گفته که آنکارا بر غرامت برای F-35 پافشاری داره. همچنین وزیر دفاع ملی ترکیه نیز گفته که آنکارا معتقده که میتونه پولی رو که برای F-35 پرداخت کرده پس بگیره و این مذاکرات ادامه داره. طبق اعلام مقامات ترکیه، آنکارا به دنبال صادرات این هواپیما به کشورهای دیگه است و این میتونه سیاست خارجی آمریکا و فروش F-35 رو مختل کنه. اما جنگنده بومی ترکیه چه ویژگی‌هایی داره؟ با توجه به هوش مصنوعی و کمک شبکه عصبی، این هواپیمای جنگی میتونه قابلیت‌های جنگی رو افزایش بده. این جنگنده توانایی نبرد هوا به هوا رو با سلاح‌های نسل بعدی داره و با سرعت مافوق صوت به ضربات دقیق از قفسه‌های سلاح داخلی برسه. اگرچه وظیفه اصلی کان برتری هواییه، اما میتونه مأموریت‌های حمله زمینی رو نیز انجام بده. در نقش هوا به هوا، این هواپیما به موشک بزدوگان ترکیه، موشک پیشرفته هوا به هوای کوتاه برد M9X
AIM-120 آسرام و آمراب و موشک بومی گکتوغان مجهزه. همچنین این هواپیما قادر به حمل موشک کروز سام جی خواهد بود. این موشک در ابتدا برای حمل داخلی توسط F-35A در نظر گرفته شد و دارای سطوح کنترلی تاشو و تقویت کننده است. جنگنده کان دارای نیروی محرکه و آیرودینامیک پیشرفته، شعاع رزمی بهینه، سطح مقطع راداری کم، همجوشی حسگرها، سنسورهای پیشرفته و چند طیفی داخلی، سوپر کروز قابلیت‌های پیوند داده پیشرفته برای فعالسازی شبکه خواهد بود. ترکیه همچنین در حال ساخت موتورهای جت TF6000 و TF10000 بومیه، چرا که ممکنه با توجه به پیچیده شدن روابط واشنگتن و آنکارا، تحویل موتور F110 برای کان توسط دولت آمریکا متوقف بشه. جت جنگی TFX یا همون کان به عنوان جایگزین جنگنده‌های F-16 طراحی شدن. این جنگنده دو موتوره و رادارگریز برای تمامی شرایط آب و هوایی که با هدف برتری هوایی و جایگزین ناوگان قدیمی F-16 نیروی هوایی ترکیه طراحی شده. این جنگنده با دارا بودن ویژگی‌های پیشرفته‌ای مثل مواد جاذب رادار و مجموعه الکترونیکی هوایی پیچیده به نیروی هوایی ترکیه قدرت و توانایی قابل توجه این بخشه. تکمیل دومین نمونه اولیه نشونه پیشرفت چشمگیر ترکیه در صنعت هوافضاست. برنامه توسعه کان نشون دهنده جهشی قابل ملاحظه در توانایی این کشور برای طراحی و ساخت هواپیماهای پیشرفته جنگنده بومی به شمار میره. بدنه این جنگنده از جنس مواد کامپوزیت به کار رفته در بدنه F-35 که آمریکا اون رو با ترکیه به اشتراک گذاشته بود. شرکت رولز رویس با امضای قرارداد مسئول تأمین موتور جنگنده TFX شد. پس از 3 سال رایزنی و در سال 2018 اعلام شد که شرکت رولز رویس به دلیل نگرانی از افشای فناوری و اطلاعاتش از پروژه کنارگیری کرده، چون که شرکت ترکیه موتورز دارای یک سهامدار قطریه و رولز رویس اعلام کرد که نگران درز فناوری موجود در موتورهای خودشه. با کنارگیری رولز رویس، موتور آمریکایی جنرال الکتریک F-110 برای TFX یا همون کان در نظر گرفته شده که در خاک ترکیه تحت لیسانس آمریکا ساخته میشه. همچنین شرکت روستک روسیه نیز علاقه خود را به تأمین نیاز این کشور اعلام کرده. در جریان دیدار پوتین و اردوغان در نمایشگاه ماکس 2019، شرکت روسی اعلام کرد آماده انتقال فناوری برای ساخت TFX. ممنونم که تا انتهای برنامه با من همراه بودید. نظر شما در مورد این جنگنده چیه؟